سلام سلام به یکی دیگه قسمت های آموزش عکاسی با من فرزای بلیان خوش اومدین قراره تو این قسمت در مورد بهترین زمان عکاسی صحبت کنیم پس با ما همراه باشیم <applause> <applause> خب همینطور که گفتم قراره ما تو این قسمت در مورد بهترین زمان عکاسی صحبت بکنیم که اگر فقط بخوام بگم یک چیز هستش که عکس معمولی رو تبدیل به یه عکس فوق میتونه بکنه و یا یککس فوق العاده رو نابود بکنه قطعا اون نور هستش. اگر شما بهترین منظره رو جلوتون داشته باشین ولی در زمان مناسب با نور مناسب عکاسی نکنی اون عکس نابود خواهد شد. و اگر شما بهترین مدل و بهترین استادیو عکاسی رو داشته باشین ولی شرایط نوری رو، در واقع مهیا نکنیم برای اون سوژهتون اون عکس هم نابود میشه و شما عکس خوبی نخواهید داشت پس پیدا کردن این ساعت در طبیعت خیلی مهمه در حالت پورتر و در حالت استودیو شما نور رو خودتون تولید میکنین و منبع نور رو میتونین جابجا جا, به جا ولی این قابلیت در طبیعت وجود نداره مثلا شما اگه میخواین از یه دونه جنگل عکاسی کنین امکان اینو که بخواین وسایل نوردهی ببرین کل اون جنگل رو روشن بکنین یا از مثلا دشتی میخواین عکاسی بکنین و اون روشن کردن اون دشت یا مثلا ایجاد از شدت سایه ها کم کردن و یا مثلا روشنتر کردن یه بخشش خیلی سخته اصلا امکان پذیر نیستش به خاطر همین ما باید بیایم بهترین زمان رو برای عکاسی شناسایی بکنیم برای عکاسی طبیعت شناسایی بکنیم و بیشتر عکسامون رو بذاریم و در این زمان عکاسی بکنیم حالا این زمان کی هستش این زمان تقریبا کمی قبل از طلوع آفتاب تا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب و یک ساعت قبل از غروب خورشید تا کمی بعد از غروب خورشید هستش که به این ساعت ساعت طلایی یا ساعت جادویی برای عکاسی گفته میشه خب پس ما الان فهمیدیم که عکاسا میان و ساعت طلایی رو به عنوان بهترین زمان برای عکاسی در نظر میگیرن حالا بریم ببینیم که چرا این ساعت بهترین زمان برای عکاسی هستش اینا وقتی شما میخواین در ظهر عکس بگیرین نور خیلی شدیدی به سوژه شما تابیده میشه و این نور باعث میشه که یک سایه به همون نسبت شدیدتر ایجاد بشه در نتیجه ما یک نور شدید یک سایه شدید با کنتراست خیلی شدید داریم که این باعث میشه که اگر ما از عمد نخواهیم همچین داستانی رو داشته باشیم عکس ما خراب میشه و در واقع عکس خوبی رو با بافت خوب با نور خوب با کنتراست خوب نمیتونیم بگیریم به خاطر شدت کنتراست بین سایه و نور و, و غیره عکس خوبی نخواهیم داشت اما در ساعت طالعی همونطور که گفتم یک ساعت بعد از طول آفتاب و یک ساعت قبل از غروب آفتاب ما بهترین زمان رو داریم برای عکاسی دیگه اون نور شدید ظهر رو نداریم نور به صورت به شیبدار و به صورت ملایم بر روی سوژه ها تابیده میشه و همین باعث میشه که ما در واقع بافت بهتری بتونیم از عکسمون دریافت بکنیم و رنگ اجسام دیگه اون کنتراست شدید رو که نداره و خیلی کنتراست کمتری داره در نتیجه ما بافت بهتری از تصویرمون میتونیم ببینیم و تصویر ما تبدیل به دو بخش پرنور و پرسایه نمیشه تقریبا میشه یک قسمت روشن و یک قسمت تیره و این در واقع در این ساعت بافت بهتری به ما میده این یکی از مواردی بودش یعنی در واقع نور ملایمی که تابیده میشه به اجسام یکی از حسنهای ساعت طلایی هستش که باعث میشه ما بافت بهتری داشته باشیم مورد دوم رنگ تصویر هستش در زمان ساعت طلایی نور خورشید رنگ گرمی رو داره میتابونه به سمت اجسام و همین باعث میشه که رنگ احساس بهتری اون رنگ احساس بهتری به ما بده و باعث میشه که رنگ بهتری رو به ما بده و این رنگ در واقع یک رنگ نرم و رنگ گرم و رنگ نرمی هستش که روی اجسام تابیده میشه و ما میتونیم از اون برای عکاسی طبیعت و لند فوتوگرافیمون استفاده بکنیم مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم وقتی که نور با زاویه مناسب اجسام میتابه در نتیجه ما سایه های بلندتری داریم و همین باعث میشه عکس ما عمق بیشتری پیدا کنه و ما در عکاسی در ساعت طلایی عمق بیشتری داریم سه تا مورد شد یک رنگ دو بافت و سه عمق بهتری ساعت طلایی عکاسی به ما میده و اینو به صورت خیلی زیادی افزایش میده و به خاطر همین سه دلیل نور ملایم رنگ جذاب و سایه های طولانی باعث میشه که عکاسا به این ساعت عکاس های طبیعت در واقع لند فوتوگرافرها ها به این ساعت اقبال بیشتری داشته باشن و این ساعت رو به عنوان ساعت طلایی در نظر بگیرن حالا اگر شما میخواین بیاین و عکس سردی رو بگیرین و یا عکس که با نور کمتری داشته باشه اون گرمای بعد از طول آفتاب رو نداشته باشه در واقع بهش میگن ساعت آبی روز و در اون ساعت عکسی کنی اون ساعت کی هستش 20 تا 30 دقیقه قبل از طلوع آفتاب و 20 تا 30 دقیقه بعد از غروب آفتاب رو بهش میگن ساعت آبی در واقع در این ساعت در این زمانها نور نور در واقع سردی هستش و رنگ سردی رو ما ازش میتونیم دریافت بکنیم که در این ساعت اگر عکاسی میخوایم بکنین سپای حتما لازمه و چون که نور کمه و اگر بخواین ایزو رو ببریم بالا کیفیت عکستون خراب میشه حالا در ساعت طلایی ما یک سری تکنیک هم داریم که میتونیم از این تکنیک ها استفاده کنیم و عکس جذابی رو خلق بکنیم یکی از اونها عکاسی سیلوت هستش یعنی ما بیایم و با استفاده اینکه خورشید به صورت زاویه و ملایم تابیده میشه به پشت سوژه ما سوژه رو به صورت سیلوت در بیاریم و در واقع زده نور اکاسی کنیم و سوژه ما کاملا تاریک بشه که یکی از تکنیک هایی است که در ساعت طلایی ازش استفاده میکنه ساعت دی... مورد دیگه ای که هستش میشه به عنوان شراره های لنز ازش استفاده یاد کرد و این نور در واقع ما میتونیم ویدیوش رو میذارم این بالا که با کنترل دیافراگم شما میتونید تصویر رو به این صورت در بیاریم. و ما میتونیم در این زمان ساعت طلایی از نور به عنوان یک نور جانبی استفاده بکنیم و بیایم سوجمون رو در حالتی قرار بدیم که به یک سمتش نوردهی قشنگ و نور گرمی بخوره و عکاسی بکنیم که مورد استقلال خیلی از عکاسای پورتره هستش این مورد و در واقع ما از نور گرمی که در پس زمینه هست به عنوان یکی از تکنیک ها و جلوه های ویژه میتونیم در عکاسی در ساعت طلایی استفاده بکنیم همینطور بازی با سایه ها هم که یکی دیگه از جلوه های در واقع ساعت طلایی هستش و ما میتونیم از ساعت طلایی از سایه ها در ساعت طلایی استفاده خیلی خوبی داشته باشیم پس بهترین زمان عکاسی رو گفتیم برای عکاسی طبیعت و اینکه از چه تکنیک هایی میتونیم استفاده بکنیم حالا در ویدیو بعدی دونه دونه این تکنیک ها رو میریم و ما هم عکاسی میکنیم و بهتون میگم خیلی ممنون که با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خدا نگهدار